درود. این هفته در بلور بنفش در شهر زیبای سمرقند موسیقی، تاریخ، دیدنی ها از بی بی سی. Qara jorga bolmasa, birin senle gelmeydi. Pozide köyle kıymesi, kasbın senle gelmeydi. Bolgar eti kostabam, konuşun gayrı paslagan. Aslagan da saslagan, toydun senle maslagan. Qara jorga, jorga jorga, qara jorga, jorga jorga, qara jorga, jorga jorga, qara jorga, jorga jorga. Qaldı qarragan tamırı yerge tarragan qarra jorga bilesin jurtun bäri qarragan qalbasında dollana dolanağa jolama qarra jorga şetkende bilemesi bolama Zorga zorga lassa zorga 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 lassa zorga 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 lassa zorga la zorga lassa zorga 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 lassa zorga 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 lassa zorga 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 lassa zorga la qara zorga. اینجا بولوار آبراموف هستش، بولوار مرکزی شهر سمرقند، و آبراموف هم فرماندار سمرقند بوده در دوره کمونیستی و شوروی، به قول مردم این شهر دوره کافری. در ضمن نشان شیری اینجا هست، شیر بالدار و یک ستاره بالاش که نشان شهر سمرقند شده. اینو ما در دوران هخامنشی داشتیم و در دوران ساسانیان. بال به اون معناست که حیوانی اگر بمیره یا انسانی اگر بمیره و اون انسان خیلی کار خوب کرده باشه بهش بال میدادن در این باورها، که هنوز روی آسمان شهر و مردم پرواز کنه و از مردم یا نوع خودش حفاظت کنه. ولی بعد دیگه شد شیر خوشی شد. شاید براتون سوال باشه که چرا نصف بدنه درخت‌ها تو این کشور خیلی کشورهای دیگه که تو این منطقه هستن رو سفید میکنه. اولا این جنسش میگن از آهکه، نه مثل گچ، نها کنی آهک گچ، اینا به این بدنه میزن. میگن در کشورهایی که تفاوت دما بین زمستون تا تابستون خیلی زیاده، اینجا تا منهای 10 درجه میره، تابستون تا 45 درجه گرمای این شهر خواهد بود، میگن این باعث میشه که بدنه اینا ترک نخوره. وقتی ترک میخوره نوعی قارچ در درخت ها به وجود میاد که به تدریج درخت رو میکشه. یعنی که میگن که از دلایلی که درخت ها میمیره اون قارچه هستش، واسه این از ترک خوردنش جلوگیری میکنه. یکی به من گفت که باعث میشه جانوران بالا نرن. من اینا دارم 10,000 تا مورچه داره میره بالا از اینجا. هر حال خیلی هم جالبه، روی اینا علامت گذاشتن، علامتی که اینجا هست نوشته شمارش. درخت شماره 5 هستش در این میدون، چناره به زبان فارسی یا تاجیکی اینجا میگن، روسی نوشتم اونو. قطرش 92 سانتی متر تقریبا و بیشتر از 100 سال عمر این درخت هستش و الان برگاشو دارم میبرن. برگای خوش. تا 848 خورشیدی، 783 خورشیدی در شهر سبز که 150 کیلومتری سمرقند امروز هستش، پسری به دنیا میاد که اسمشو میذارن تیمور. تیمور یعنی آهن. البته این از
برنج ساخته شده. شاهد منم دستمالیایی که کرنزی هی رفتن بالا و نوک شمشیرش هم هی نزد کردن انگار. تیمور زمان کودکیش در خانواده فقیری بوده، برخلاف خانهای اون زمان که مغول‌ها بودن، این هیچ ربطی به کسی نداشته، در خانواده اشرافی به دنیا نیامده، فقیر بوده، بعد کار میکرده بیشتر عمرش رو. حتی در یک مورد میگن در نوجوانیش خواسته بره‌ای رو از چوپانی بدوزه و چوپان بهش دوبار تیر زده و باعث شده که انگار دوتا از انگوشتاش قطع بشه و تیرم به کفرش بخوره. میگن به این خاطر لنگ میزده. ولی چه شد که تیمور شد امیر تیمور گورکانی؟ میگن که سرباز بسیار چیره دستی بوده، توانا بوده و یک سری استراتژی هایی رو در ارتش های کوچکی که درش شمشیر میزده به فرمانده ها میگفته و به تدریج محبوب میشه، اونو میارن بالا و بالاتر، در نهایت میشه فرمانده یک قشونی. در این حال به جایی که میرفتن و غارت هایی که میکردند، میومده بین مردم شهرش که شهر سبز بوده تقسیم میکرده و از این طریق محبوب میشه و این محبوبیتش باعث میشه که اولین لشکر خودش رو شکل بده و از اونجاست که دیگه تیمور میشه امیر، میشه والی و شروع میکنه به کشورگشایی. بریم مثل خیلی از کشورهای امروزی، سلاطین گذشته که مردم کشور خودشون رو هم میکشتند میشن قهرمان ملی و اینجا هم شده قهرمان ملی ازبکستان. امیر تیمور در سمرقند دفن میشه، همینجا چند صد متری همین میدونی که هست آرامگاهشه. پیش از اینکه آرامگاهش رو ببینیم، نگاهی میکنیم به جشنواره موسیقی، به شهر سمرقند که شده مرکز فرهنگ در این روزها، مرکز فرهنگ این کشورهای اطراف، و در ریگستان که مجموعه سه ساختمون هستش، همین تا این خیابون اینجا هست، هر شب جشن موسیقی و گروه‌های مختلفی از سراسر دنیا اومدن دارن رقابت میکنن. اونو نگاه میکنیم، بعد میریم به آرامگاهش ببینیم که واقعا چه شد که تیمور لنگید و آیا واقعا چنین چهره ای داشت؟ چون چهره واقعیش رو فهمیدن چی بوده. برنامه برور بنفش در سمرقند رو نگاه. یعنی آرامگاه 10-1-5 یعنی قرن 14 تا قرن 15 میلادی. امیر تیمور مقبره‌سی.
اینجا نقشه قلمرو به تیمور گورکانی رو میبینیم که کشیدم. وقتی که حمله کرد تمام ایران گرفت، عراق، سوریه و کل ترکیه امروزی و عثمانی ها رو فشار داد رفتن تو اروپا. از این طرف هم مغول ها رو مهار کرد و بعد پایتخت رو سمرقند قرار داد و این کشک اینجا نشه همون شهر سبز جایی که به دنیا آمد بغل سمرقند رو میسازه. از خراج و از فتوحاتی که از کشورهای مختلف آورده همه رو خرج شهر سمرقند میکنه که بکنه نگین این آسیا که در سر راه ابریشم بوده. و در اینجا بوده که در سیستان و بلوچستان ما زمانی که سرباز بوده می جنگیده، در این جنگ ها شناخته میشه چه آدم بالیاقتیه و میکنه این سردار رو به تدریج مراحل مختلف رو طی میکنه. و این هم ورودی آرامگاه هستش. این گنبد و بارگاه به گور امیر معروف هستش و یکی از زیباترین بناهای شهر سمرقند به حساب میاد. نه تنها امیر تیمور لنگ، بلکه فرزندانش و حتی مربیان معنوی او در اینجا دفن شده بود. اینجا چندین قبر هست، 9 قبر. قبر سیاه که اینجا می‌بینید قبر امیر تیمور گورکانیه. یکی از شگفتی‌های قبر تیمور سنگ یشم یک پارچه‌ای هست که از اون قبر رو تراشیدند. این بزرگترین سنگ یشم یک تکه دنیاست. کنارش قبر محمد سلطان هستش. در اصل این آرامگاه رو برای محمد سلطان می‌سازه امیر تیمور. محمد سلطان نوش بوده که داشت ترکیه برمیگشته و از یه جنگی و تو راه مریض میشه میمیره. واسه اینو میسازه برای اون که اینو دفن کنه، خودش هم در میگذرد. برای همین خودش رو کنار نوش چال میکنن، دفن میکنن. پشت سرش هم قبر اولوغبی که قبر سنگ مرمر سفید هستش. اولوغبی نوش هست و رصدخانه معروف سمرقند رو میسازه و همینطور ریگستان اون اولین مدرسه حوزه رو میسازه اونجا در حدود همون 700-800 سال پیش. این اما قبر پسرشه شاهرخ که معروف بوده. این اما که گنبد هم داره، میگن پیشوای فکری، پیشوای معنوی یا روحانی تیمور بوده، ولی هیچ کس نمیدونه که چرا یک صوفی رو اینجا دفن کردن و اسمش هم نوشتن صوفی سعید عمر. هیچ کس نمیدونه بعد از مرگش 100 سال بعد انگار اینجا دفن میشه و این علامت معروف اینکه کس مهمی اینجا دفن شده که یک تیر چوبیه و دم اسب یا یال اسب رو بارش می‌بندن سنت مغول‌ها بوده. کسی بود که در اصل چادرنشینی مغول‌ها رو با شهرنشینی ایرانی ادغام کرد و این امپراتوری تیموری رو ساخت. و بعد از تیموریان بود که دیگه باروت اسلحه وارد کشورها شد و تیموریان نماینده آخرین پادشاهان اون دوره قدیم هستن که هنوز شمشیر می‌زدند. و اما کل این آرامگاه و حتی سنگ‌هاش کار ایران هستش. معمارش اسمش رو من گفتن از اصفهان اومده بوده به اسم عبدالظریف محمد ابن محمود اصفهانی که اینجا رو می‌سازه با تمام این نقش‌هایی که می‌بینید و تمام این ظریف‌کاری‌ها. اینجا تقریباً به یه خرابه تبدیل میشه، ولی در حدود 22-23 سال پیش دولت ازبکستان میاد و مرمت می‌کنه کل اینجا. تمام اینا رو رنگ‌آمیزی دوباره می‌کنن و طلاکاری می‌کنن. نزدیک به 4 کیلو طلا در ورق‌های طلایی که این رو کار شده استفاده شده. گروه بنفش رو نگاه میکنید. در سمرقند هم گروه نوازندگان افغان از جشنواره اینجا هستن، گروه هفتگاه اومدن دیدن این آرامگاه. بعد از این آهنگ
که از جشنواره شرق تا هنرلری انتخاب کردم براتون، چون به خاطر این جشنواره هستم ما در شهر سمرقند هستیم و این مکانهای تاریخی رو داریم نگاه میکنیم. یک گریزی بزنیم به جشنواره، به موسیقی، به اون عالم و دوباره برمیگردیم بقیه داستان رو ادامه میدیم. تلاف کدام وای وای چشمش بگیریان آمد یک گفت تلاف کدام وای وای چشمش بگیریان آمد لیلی 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 جان 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 دل ما کردی ویران دی کشلا نامدی وای وای مرا کشتی بر شف فهمن اومد که اصلا این قسمت ساختمون خیلی جدیده ساختن دیوار قدیمی و اونم قسمت قدیمی همین آرامگاه که نیمه خراب است. این در اما خیلی مهمه، درگاهیه به یک داستان واقعی. این درگاه باز میشه به گورستان واقعی امیر تیمور و خانوادش. اون چه که اون بالا دیدین فن نمادهاشون بود، درست این پایین دفن شده بودن و تمام قبرها دقیقا همون شکلی که اون بالا است این زیر قرار گرفته و اون بالا نمادش هست. به قول خود اهالی اینجا زیارتگاهه. حتی صوفی سعید عمر هم که اون گوشه است همون گوشه چار شده این زیر. و جالب اینه این نرم افزاره من خیلی باش کیف میکنم به اسم نظر. کاری که میکنی این هست علامت تلفن من کردن میدونید برای شما توضیح میده این تو چه خبره. نکته جالبه در حدود 1940 میلادی، در حدود 60 سال پیش 70 سال پیش دانشمندی بوده خیلی جالب اسم گراسیموف، دانشمند روسی بود که قبر رودکی رو هم شکاف و صورتش رو بازسازی کرد و بعد فهمیدیم که رودکی کور شده بوده در آخر عمرش و شاعر نابینایی نبوده. همون آدم میاد و با هزار تا داستان قبر امیر تیمور رو میشکافه تا ببینه قیافه امیر تیمور چگونه بوده. جالبه که جایی در داخل این آرامگاه در این زیرزمین برای ترسوندن مهاجمان نوشته‌ای پیدا کردند که در اون نوشته شده هر کس قبر من رو بشکافت مهاجمی سنگین تر از من را در این جهان آزاد کرده است. میگه اگه این کار بکنی نحسی دنیا رو میگیره، دنیا به آخر میرسه. درباره مخوف بودن تیمور لنگ داستان‌های واقعی تاریخی نوشته شده.
برای نمونه وقتی که اصفهان رو تسخیر میکنه، کودکان زیر 7 سال رو از خانواده ها جدا میکنه و به سربازان دستور میده با اسب از روی اونها رد بشن و خودش هم پیش قدم میشه. و زمان فتح شهر زیبای بغداد اون زمان، بعد از قتل عام 90,000 شهروند و ساختن 120 هرم از سرهای بریده، 2,000 شورشی رو مثل دیواری روی هم میچینه و لابلاشو ملات میذاره. یکی از حربه‌های تیمورلنگ این بوده که به سربازها میگفته اگه تعدادی که دستور میدم سر بریده نیارید، خودتون رو میکشم و اموالتون رو مصادره میکنم. و جالبه که همزمان با این اتفاق یه زمین لرزه انگار میفته و دوم این که زمان جنگ جهانی دوم یک حمله روس ها میکنن ضد نازی ها که نازی ها باعث کشتار بسیار زیادی از روس ها میشن و میگن که این پیشبینی همین اتفاق بوده، نحسی دنیا رو گرفت حالا که این قباس شد. و جالبه که وقتی جمجمه امیر تیمور رو میارن بیرون و بدنش رو میبینن، اینا که تقریبا مومیایی شده بوده، بوی روغن هایی برای مومیایی استفاده میکنن، در مصر هم اینجا میومده در این قبرستان و حتی ریشهاش روی صورتش بوده. صورتش که بازسازی میکنه کاملا چهره مغولی داشته و این بازسازی صورت الان در موزه در تاشکند قرار گرفته، چهره واقعی امیر تیمور. از بررسی استخوانش متوجه شدن که دو انگشت دست چپش قطع شده، انگشت کوچک و کناری، و همینطور شانه چپش بالاتر از شانه راستش بوده، بنابراین همیشه کج بوده و پای چپش از پای راستش کوتاه‌تر بوده، برای همین لنگان لنگان راه می‌رفته. بهش گفتن تیمور لنگ، نه اینکه به خاطر زخمی شدنش، بلکه واقعا جی به دنیا اومده بوده. و این بود داستان آرامگاه امیر تیمور گورکانی که سلسله تیموریان رو آغاز کرد. 35 سال جنگید، دنیای رو نابود کرد تا شهر سمرقند رو بسازه، شهر سمرقندی که 700 خورده سال بعدش میزبان جشنواره ترانه شرق هستش، یعنی میزبان جشنواره که فرهنگ و تمدن کشورها رو جشن میگیره تا اینکه خراب کنه. هر شب اینجا 10 گروه اجرا دارن، رقابت میکنن برای برنده شدن. نگاه کنید. رحمت نوازی